پدیده تسخیر شدگی اغلب زمانی رخ می‌دهد که روح یا هر چیز ماورایی بعد از مرگ حاضر به ترک این جهان مادی نبوده و در عوض میان زندگان باقی مانده و سرگردان شود. اگرچه اغلب مردم بیشتر این پدیده را در قالب افراد یا خانه‌های تسخیر شده یا جن زده می‌شناسند، اما واقعیت این است که یک موجود شیطانی می‌تواند به هر چیز مادی، اعم از جواهر تا نقاشی متصل شده و آن را تسخیر کند. در این برنامه با ترسناکترین و شیطانی ترین عروسک جهان آشنا می شویم. عروسکی که نه برای سرگرم کردن بلکه برای تسخیر کردن شما به وجود آمده است. عروسک شیطانی آنابل. در ادامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. در سال 1970 زنی از یک فروشگاه عروسکی پارچه‌ای و دست دوم خرید تا به عنوان کادوی روز تولد به دخترش که دانشجوی کالج بود هدیه کند. دختر این عروسک را بسیار دوست داشته و آن را در آپارتمانی که با دوستش در آن ساکن بودند نگهداری می‌کرد. اما به زودی اوضاع تغییر کرد. دختر جوان و هم اتاقیش متوجه شدند که حوادث عجیبی رخ می‌دهد که در روی دادن تمامی آنها رد پای این عروسک هم مشاهده می‌شود. عروسک ناگهان گم شده و سر از اتاق دیگری در می‌آورد، در حالی که حتی کسی آن را لمس نکرده بود. به علاوه گهگاه تکه‌های کوچک از کاغذ پیدا می‌کردند که گویی کودکی روی آنها نقاشی کشیده بود، کاغذهایی که متعلق به دخترها نبود. آنها حتی یک روز عروسک را در حالی یافتند که روی پاهای پارچه خود ایستاده بود، امری که به نظر امکان پذیر نمی رسید. اینجا بود که دخترها دیگر حقیقتاً وحشت زده شده و با یک مدیوم تماس گرفتند. مدیوم به آنها گفت که شاید این عروسک توسط روح دختری که به تازگی در آپارتمان آنها فوت کرده تسخیر شده باشد. در حین کار این مدیوم دریافت که آنابل این دختران را دوست داشته و می‌خواهد همیشه با آنها بماند. دختران سرانجام این خواسته آنابل را پذیرفتند، اما اوضاع کم کم تغییر کرده و رو به وخامت گذاشت، به ویژه که یک شب یکی از دوستان آنها توسط عروسک مورد حمله قرار گرفته و زخمی شد، به طوری که خراش‌های متعددی روی قفسه سینه او مشاهده می‌شد. اینجا بود که دیگر کاسه صبر دخترها لبریز شده و با دو محقق عالم ارواح اد و لورن وارن تماس گرفتند. این زوج با تحقیقات خود دریافتند که این عروسک هیچگاه توسط روح یک دختر خردسال تسخیر نشده است، بلکه برعکس توسط یک روح شیطانی اشغال شده که با گفتن دروغ در مورد هویت خود سعی در نزدیکی هرچه بیشتر به دخترها را داشته است. آنها نتیجه گرفتند که او در نهایت می‌خواسته یک یا هر دو دختر را تسخیر کند. دختران وحشت زده آنابل را به وارن‌ها دادند تا آن را در یک قفسه شیشه‌ای در موزه شخصی خود در کانکتیکات نگهداری کنند. محفظه شیشه‌ای که روی آن نوشته شده اخطار، آن را باز نکنید. موزه شخصی وارن‌ها موزه‌ای منحصر به فرد بوده و در نوع خود بی‌رقیب است. برای دهه‌ها شماری از اشیای شوم و منحوس تاریخی را در دل خود پنهان کرده است. لورن وارن که خود یک کاتولیک معتقد است و همراه همسرش اد این موزه را بنیان نهادند. تا به امروز آنابل هنوز هم در این ویترین شیشه‌ای نشسته و خدا می‌داند که چه نقشه‌ها در سر دارد. طبق اتفاقاتی که در موزه وارن ها افتاده، قبل از اینکه عروسک آنابل داخل جعبه شیشه‌ای قرار بگیره، به حالت عادی در کناری قرار داده شده بوده و به صورت غیر عمد یکی از بازدیدکنندگان به اون دست میزنه و دچار مشکلات زیادی میشه تا اینکه بالاخره عروسک آنابل رو در آینه میبینه. بعد از این اتفاق عروسک رو داخل جعبه شیشه‌ای قرار دادن تا دیگه این اتفاق نیفته. حالا سوال من از شما اینه که اگر به موزه وارن ها می رفتید، در جعبه عروسک آنابل رو باز می کردید و به اون دست می زدید، جواب این سوال با شماست. برامون کامنت بذارید. برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید.
Thank you.